خود حضرت میفهمند اگر ما نباشیم دشمن و ما شما رو مثل گرگ میدرن، یعنی اگر تا الان ما هستیم، شما نگاه کنید تاریخ انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، تاریخ شیعیان نگاه کنید، حتی فیلم هایی که درباره انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران هست نشون میدن، تاریخ شما نگاه کنید ببینید که شیعه در بدترین وضعیت وجود داشته. یعنی اگر وجود مقدس امام زمان اسلام نبوده و مراقبت نمیکرد از این کشور، از این مملکت، از شیعیان خودش، تا الان ما هیچ شیعه‌ای وجود نداشت، چون از اولم این تفکر وجود داشت که شیعیان رو نابود بکنند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نائینی رو، ایشون میفهمند من در جنگ جهانی اول وقتی که دیدم ایران اینجوری مورد تهاجم قرار گرفته خیلی قصه دار شدم که پس همین سوال شما که الان کردید، پس چی شد، پس کی میخواد به داد ما برسه، چطور میشه؟ میگم خیلی توسل کردم به حضرت، بعد مکاشفه‌ای برای من اتفاق افتاد. دیش دیدم حضرت کنار یک دیوار ایستاده و به من میگه خوب توجه کن، بعد میگه به این دیوار اشاره کرد، این دیوار همینجوری خم شد اومد تا نزدیک زمین، بعد حضرت اشاره کرد دیوار برگشت سر جاش، فرمود این دیوار ایرانه و ایران شیعه خانه ماست. این لفظ شیعه خانه خیلی قشنگه، شیعه خانه اینجا در اومد، بله. شیعه خانه ماست، کج میشه اما هرگز فرو نمیریزه، یعنی ما نمیذاریم اتفاق بیفته. ما اگر الان هر نفسی داریم میکشیم به خیر و برکت امام زمان، هر چیزی که داریم، پیروزی هامون، امنیت هامون، که در جنگ، در این جنگ خیلی سختی که خب تو خود ایران بود، توطئه هایی که بی‌نظیر بود، توطئه هایی که الان در کشور ما وجود داشت، موجزه های فراوانی رخ داد، اصلا هیچ کشوری تو طول عمرش انقدر فشار و توطئه ندیده، توطئه که همه قدرت ها با هم مشترک اومدن به یک کشور حمله کردن و هیچ کدوم توفیقاتی به دست نیاوردن و همچنان ما پیشرفت داریم، ادامه میدیم، به قدرت داریم میریم جلو، الحمدلله روز به روز بهتر و قوی‌تر الحمدلله. اگر این لطف امام زمان علیه السلام نبود، ما چگونه میتونیم در مقابل این همه توطئه مقاومت کنیم؟ دست خالی، هیچ امکاناتی نداشتیم. این معجزه 8 سال دفاع مقدس و معجزه جنگ‌هایی که داره الان اتفاق میفته در عراق و در لبنان و در سوریه و اینها، اینا جزء مدد امام زمان، مگه میشه انسان این همه پیروزی، این همه موفقیت به دست بیاره؟ به هر حال ولی اون قسمت‌هایی که ما داریم آسیب میبینیم مال بی‌توجهی های خود. مال فبه ما کسبت ایدی کم، دیگه قرآن میفهمد اون مسائلی که سر شما میاد به خاطر خودتونه که از قرآن، دین، سبک زندگی الهی فاصله میگیرید. این ظلم هایی که به ما میشه خودمون موجبش میشه و امکاناتش رو فراهم میکنیم.